آهوان جزیره خارک به صورتی که عزیزانمون در محیط زیست خارک معمولا گزارش سالانه‌شون رو میدن به دلیل نبود نیروهای مورد نیاز محیط زیست برای کنترل و نگهداری اونا، بعضی وقتا ما متاسفانه با تلف شدن آهوها به خاطر اون ازدیاد جمعیتشون متاسفانه مواجه میشیم. هر از گاهی به خاطر تصادفات جاده یا ای که به خاطر مسمومیت غذایی و با توجه به اینکه خب این آهوها نزد مردم همیشه به عنوان یک جلوه ویژه، به عنوان یک نماد محیط زیست در جزیره خارک همیشه ازش یاد میشه، اونجوری که باید و شاید واقعا بهش توجه نشده و اینها یک سری عوامل برمیگرده به دلیل عدم آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی سازی از طریق محیط زیست به مردم. جزیره خارک یه جزیره هست که محصور بعد آهوهای جزیره خارک هم از لحاظ تغذیه دچار مشکل هستن به علت بارندگی‌هایی که طی چند سال اخیر انجام نشده، کم بوده، علوفه نیاز اینا هست. ما تونستیم توی چند منطقه از جزیره خارک آبشورهای تهیه بکنیم جهت استفاده آبشون، ولی متاسفانه نتونستیم از لحاظ تغذیه علوفه بهشون برسیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم و متاسفانه عدم توجه و همکاری شرکت‌های صنعتی در جزیره خارک باعث شده که سایت بازیافت یکی از محل‌هایی که آهو فکر می‌کنه اونجا یک محلی برای چراگاهش هستش و اونجا به دلیل مسمومیت‌هایی و به قول معروف خطراتی که داره متأسفانه آهو رو ما می‌بینیم که اونجا ورود می‌کنن به سایت بازیافت. این یک زنگ خطری هستش برای بقای این آهو و اینها می‌تونه یک سری آلایندگی‌ها و مسمومیتایی که داشته باشن بیاد بیرون و سرایت بکنه این بیماری به بقیه آهوها و این زنگ خطر بزرگی هستش. شب که اینجا تاریک میشه و احساس میکنن که کسی اینجا نیست و به خاطر اینکه کسی از اینا حمایت نمیکنه و آهوها داخل محوطه های کوهستانی، یعنی تقییه محوطه کوهستانی با کوهایی که داریم خب اینجا تماما سرگردون هستن، وقتی که دیدن اینجا تاریک شده و وجود کسی احساس نمی کنن میان اینجا از زباله های که داخل بازیاب هستش تغذیه می کنن و همین هم علت عامل بسیار خطرناکیه برای یک حیوان. شما طی این سالهایی که اینجا فعالیت داشتید مواردی رو گزارش شده بهتون نسبت به اینکه حالا افرادی خاطیان منتزیست باشن اونها تخریب کنن یا اذیت کنن این آهوها رو؟ بله گزارش شده، ما حتی پرونده های قضایی هم درست کردیم براشون که متخلف ها رو تحویل قوه قضاییه دادیم تا پیگیری ها و کارها مراحل انجام بشه مراحل قضاییشون. بیشترین عاملی که توی جزیره خارگ باعث از بین رفتن آهوها میشه سهلنگاری رانندگان است. واقعا سرعت غیر مجاز میرن، میگن افراد غیر بومی قصد یا نابودی محیط زیست ندارن به علتی که رعایت نمی کنیم. اینجا جزیره خارگ آهوها آزاد هستن، محصور نیستن که بخواد توی قفس باشن. فضایی که همیشه لازم هستش برای مثلا آهوها، من فکر میکنم که محیط زیست باید یک مشارکتی داشته باشه با شرکت‌های صنعتی موجود در جزیره خارک و یک محدوده ای رو باید مشخص بکنن و یعنی منطقه حفاظت شده، یعنی باید یک جایی رو محصور بکنن که تا این آهوها ورود نکنن مثلا به حوزه صنعتی. ولی وقتی ما دور بر جزیره رو اگه یه نگاه خلاصه بندازیم، آهو مثلا توی پایگاه‌های نظامی پیدا میشن، کنار دریا هستن، تو اسکله سعیدی هستش، توی شهر هستن، توی بعض وقتا توی فرودگاه هم میرن. زیستگاه و همون زیستگاه سابقه انسان‌ها به خاطر دایر نمودن شرکت‌ها و اینکه بیان شرکت‌هاشون رو اندازی کنن و اینا اومدن داغ محوطه زیستگاه‌های این حیوانات. به قول معروف حالا این صنعت هم یه نوع تهدید برای به اصطلاح این آهو هم تلقی میشه، چون که بارها شده ما رفتیم، من خودم به چیز عینه دیدم که توی زمین فوتبال مثلا خود شرکت فلات قاره سه رأس آهو زده مثلا به طور دروازه و تلف شده. خب اینها خودش یه عامل هستش که نگاه میکنیم مانع از به اصطلاح اون زیاد شدن جمعیت آهوها میشه. دو سال گذشته
شرکت پتروشیمی خار یا حامی لاک‌پشت ها بوده که متاسفانه چون قراردادشون تموم شده امسال در سال 1401 هیچ حمایتی رو از لاک‌پشت ها انجام ندادن. از موضوعتون شرکت فلاتخاره هم همینطور حامی آهوا بوده که اون هم قراردادشون تموم شده ولی متاسفانه قرارداد جدیدی با سازمان محیط زیست انعقاد نکردن و تا الان که سال 1401 هست هیچ حمایتی بابت علوفه‌دهی یا حمایت‌های دیگر آبا انجام نشده.